دروغ‌های آخوند روحانی برای فرستادن مردم به قربانگاه کرونا و اعتراف قطره‌چکانی رئیس ستاد حکومتی مقابله با کرونا در استان تهران. کرونا روز چهارشنبه در تهران بیش از 6000 نفر را راهی بیمارستان کرد. آمار در روزهای گذشته با یک شیب ملایمی رو به افزایش است. ما در تهران امروز مجموع مراجعینمون به بخش‌های درمانی و بخش‌های بهداشتی بالغ بر 6390 نفر بوده که خب عدد قابل توجهی رو تشکیل میده. از این جمع حدود تقریبا 312 نفر نیاز به بستری بیمارستانی داشتن که در بخش‌های عادی بیمارستان‌های تهران بستری شدند و 81 بیمار هم به دلیل بدحال بودن مستقیما به عنوان مورد جدید در بخش‌های ویژه ما بستری شدن. آمار ما تقریبا آمار نگران کننده است و همونطوری که ما پیش بینی می‌کنیم این آمار در روزهای گذشته با یک شیب ملایمی رو به افزایش هست. طبیعی است با حضور متراکم در شهر ترددهای فراوان‌تر و پرتراکم‌تر میتونیم مسئله این سناریو رو نگران کننده تر بکنه. آمار همونطوری که گفتید نه در تهران نه در بعضی از نقاط کشور حاکی از عدم کنترل قطعی اپیدمی هست. در چنین شرایطی هر گونه بازگشت شتاب زده و عجولانه در حضور اجتماعی مردم و ترددهای در اون شهری میتونه منجر به تشدید مراجعه بیمارستانی و خدای نکرده افزایش مرگ و میر و یا موارد